سهیل، سهیل جان خوبی؟ اینجا این شما داشتم میرفتم اون وقت. سلام. خوبی؟ ممنون. همینجا بشینیم ها؟ بفرمی. HQ Recovery یه برنامه فوق‌العاده برای بازیابی اطلاعات. اگه این نتونه کاری براتون بکنه دیگه باید قید اطلاعاتتون رو بزن. انشالله که میتونه. واقعا ازت ممنونم. نمیدونم به چه زبونی ازت تشکر کنم. خب حالا حداقل بگو هزینه‌اش چقدر میشه؟ هیچی، اینو از روی سیستم پدرم کپی کردم. بازم ممنونم. تو یه دوست واقعی هستی سهیل جان. دکتر نمیشه ما شما رو جای بهتر ببینی؟ من که مایلم اصلا یه قراری بذاریم همدیگر رو نبینیم. تفلک جوانم هست. بوده 21 دو سال. بر اثر ضربه شدید وارده به ناحیه سر و گردن و خونریزی زیاد فوت شد. البته ظاهرا اینطور به نظر میرسه. جای چاقوه نه؟ یه چیزی شبیه اون. اما دلیل اصلی مرگ احتمالاً آسیب وارده به جمجمه و ناحیه سره که گویا بر اثر پرتاب از پل بود. فعلا هم همینه میتونم بگم. چه مدت زمانی کشته شده؟ میتونیم بیایم ببریمش. اون مرا سر برد. اگر 24 ساعت دندون رو جگر بذاری گزارش کامل پزشکی قانونی رو میخونم قربونت. از وقتی میشناسمه تا حالا ندیده بودم اینقدر کلافه و به هم ریخته باشی. آره این یارو بد جوری ذهنمو مشغول کرده. احساس میکنم مزاحمتش به همینجا ختم نمیشه و دردسر بزرگتری برامون درست میکنه. چی ازش داریم؟ در واقع چیزی ازش نمیدونیم. به قول دکتر کلهور آشنایی بیش از اندازه اون به شیوه‌های پیگیری جرمشون میده که با یه حرفه‌ای طرفیم. اول باید بفهمی انگیزه و هدفش چیه. دکتر خداحافظ. خداحافظ دکتر. اگه بتونی بفهمی چی کار میخواد بکنه عملاً نصف راهو رفتی. اول میخواست وانمود کنه که هدفش موزه جواهرات ایرانه، اما از اون طرف خیلی زود به ساختمان مرکزی بانک ایران و اروپا حمله کرد. البته به چیزی دست پیدا نکرد، ولی متاسفانه ردی هم از خودش به جا نذاشت. تو از کجا میدونی اون بانک هدف نهاییش بوده؟ آره باید موافقم، حق با توی کیس پیچیده ایه. همیشه رو کمک من میتونی حساب کنی. قربانت. خداحافظ. چه مهبی؟ گار تو هم از بحثای دکتر خیلی دلخوشی نداری؟ نه بابا، ذهنم بد جوری مشغوله. چرا؟ هر چقدر هم حرفه‌ای باشی باز همیشه تو این کار ما یه چیزی هست که میتونه ته دلت آتیش بزنه. تصور کن یه دختر 21 دو ساله که مغزش متلاشی شده. خب انگار از روی پل انداختنش پایین، اما قبلش یه چاقو تو شکمش خورده. تو تحقیقات اولیه ما به ارتباط مشکوک اینترنتی برخوردم. خواستم پرونده رو برای تو بفرستن تا نظر تو هم بدون. ای کاش این بچه ها خودشون عقل پل ندونن و به حرف گوش کنن. امپرسیونیسم رئال حرف زدن میتونه پنجره کوچکی باشه برای بیرون پریدن از تنهایی. من فکر میکنم دوستی حتی اینترنتی باید
دلیل و نتیجه داشته باشه، وگرنه به این شکل حرف زدن فایده ای نداره. نتیجه‌ای بالاتر از این که یه آدم باز به زندگی امیدوار بشه و از لبه پرتگاه یه قدم عقب برگرده. یعنی چی؟ هیچ خوشم نیومد. خیلی کلیشه‌ای بود. ببخشید، من باید به درسم برسم. تو نویتوی رنگی در سبک رئال باشه، فقط فردا اگه تو روزنامه ها خوندی جوانی خودش رو یه برج انداخته پایین که اسمش مومنه و عکسش هم اینه، بدون که تو بی تقصیر نیستی. من آدم اخلاقی هستم و زیاد اهل چت نیستم. اول باید شما رو بشناسم. خدا رو شکر فردا رو هم میبینم. شب ساعت 8 همینجا. اونو خودم در جریان. قربانت. خداحافظ. خداحافظ. خسته نباشم. جناب سرگرد، یه سری مقاله براتون گرفتم از اینترنت راجع به تروریسم مجازی. گذاشتم رو شبکه برات. دست درد نکنه شاکر. ببخشید. انگلیسیش هم دارم ترجمه میکنم. قربان. اطلاعاتی که از پلیس فرانسه خواسته بودیم به دستمون رسید. مشخصات کامل شوهر خانم نعمتی. آقای ژان پیر نمو. اینم ترجمه کاملش. ظاهراً آقای ژان پیر نمو شهروند محترمی بوده و دلیل طلاقشون هم اختلاف فرهنگی اعلام کردن. اینم لیست کامل پروازه خانم لادن نعمتیه. همینجور که از نمودار مشخصه، پروازه خانم لادن نعمتی از شرکت‌های هواپیمایی فرانسه به کشورهای دانمارک، آلمان، آمریکا، عراق، روسیه، آفریقای جنوبی، ایران، ترکیه، چین، برزیل، هنگ کنگ تقریبا به یه نسبت بوده. نه آقا، اینجوری به نتیجه نمیرسیم. اون مرد هر کی میتونه باشه. الان ما تنها چیزی که داریم اینه که اون برادر لادن نعمتی نیست. در مورد مادر خانم نعمتی به نتیجه رسیدی؟ چرا قربان، گذاشتم رو میزتون. ندیدی؟ بده ببینم. مادر ایشون 7 سال 3 ماه پیش فوت کرده. تو زادگاهش هم ای بابا. این خلاصه پرونده مقتول مریم مهاجریه که برای بررسی فنی تخصصی به ما دادند. ظاهراً همکلاسی مقتوله در رابطه با ارتباط اینترنتی مریم مهاجری با یه شخص ناشناسی چیزایی گفته که قابل پیگیریه. سریعاً بررسیش کن. در ضمن با اداره جنایی کاملاً هماهنگ باش. اتفاقاً امروز با محبی داشتیم راجبش صحبت میکردیم. باعث تأسفه. بسیار خوب، من اینو مطالعه میکنم، ازش رو در اختیارتون میذارم. بگو یه گزارشم از پرونده‌های ارجاع شده به دایره چه، اونهایی که بسته شدن و چه مواردی که در دست اقدام آماده. یه ما پیش گزارشی دادیم مگه؟ فرمانده‌ای خیلی نگران افزایش روزافزون جرم‌های کامپیوتریه. طبق آماری که در اومده طی یک سال گذشته تعداد اقدام به جرم تو این زمینه رشد زیادی داشته. درسته. چشم، تقدیم میکنم. جناب سرگرد،
قربان، خانم سارا روستازاده از آگاهی کرج برای بازجویی در ارتباط با پرونده مریم مهاجری الان اینجا هستن. چی دستور می‌فرمایید؟ یه دقیقه منتظر باشم. سروان عزیزی. سلام. این پرونده رو الان جناب سنگ تحویل گرفتن. می‌خوام یه نگاهی بهش بندازی. بله قربان. یکی از دوستای نزدیک مقتول هم اینجاست. ظاهراً چیزایی در مورد یه ارتباط اینترنتی میدونه که میتونه سرنخ خوبی برامون باشه. بله. پورهادی. بله قربان. تو هم حاضر شو باید بریم بیمارستان. مثل اینکه مادر مقتول سکته کرده و حال روز خوبی هم نداره. حتما. آقای مهاجری، من سرگرد احمدی هستم از اداره آگاهی. آقای دکتر کمرم شکست. مشاورت شما رو درک میکنیم، اما برای روشن شدن پرونده و پیدا شدن قاتل دخترتون مجبوریم از شما کمک بگیریم. خدایا آخه من در حق کی ولی کرده بودم که این بدبختی با گریبان منو بگیره؟ خانم دکتر مدبری. آقای مهاجری، دختر خانمتون همیشه تنهایی مسیر کرج تهران رفت و آمد میکرد؟ بله. کلاس می‌رفت. این دفعه که اومد تهران یه او غیبش زد. من و مادر بیچارش آواره بیمارستان ها بود. پزشک قانونی بودیم. تا اینکه این بدبختی سر ما اومد. شما محل حادثه رو دیدین. تو اظهاراتتون هم گفتین که مریم غیر از کلاس‌های تقویتی کار دیگه‌ای تو تهران نداشته. اما به هیچ عنوان محل حادثه تو مسیر خونه و کلاسش نبوده. توضیحی دارین؟ دخترتون تو منزل کامپیوتر شخصی داشتن؟ بله. یه کامپیوتر تو منزل بود. مریم و خواهر کوچیک‌ترش از این واسه درسانشون استفاده می‌کردن. ما باید اون کامپیوتر کار کنیم آجابا. همین امروز میفرستم کامپیوتر رو منتقل کنن اداره. شما هم باید به ما کمک بکنید که هرچه سریعتر مسبب حادثه رو پیدا کنیم. فعلا با عزتون. خداحافظ. پنج ماه پیش در موردش با هم حرف زد. گفت اسمش بابک. خونش هم تهران. مریم تقریبا هر شب باهاش چت میکرد. میگفت پسر خوبیه. خیلی ازش تعریف میکرد. تا حدود دو سه ماه پیش گفت میخواد بره تهران کتاب بخره. قرار بود اونجا همدیگر رو ببینن. از اون به بعد به طور دائم همدیگر رو میدیدن. وقتی اولین بار دیدش چیزی راجع به اون بهت نگفت؟ مریم دختر توداری بود. زیاد حرف نمیزد. اما خب من میفهمیدم. هر هفته یه بهانه جور میکرد که بره تهران ببینتش. احیانا عکسی آیدی بابک رو ندیدی؟ نه. اتفاقا خودم خیلی کنجکاو بودم ببینم این آدم کیه، چه شکلیه. ولی هر بار اصرار کردم مریم یه جورایی تفره رفت. آیدیشم هیچ وقت نپرسیدم چون به دردم نمیخورد. یه چیز خصوصی بود. کی میدونه سرار چه اتفاقی بیافته. خیلی خوب آروم باش. چه میدونی برای ما بنویس. مریم حدود یک ماه و نیمه پیش بود که یه جوری شده بود. اصلا اخلاقش عوض شده بود و حواسش پرت بود.
انگیزه شده بود. انگیزه یه هیچی ها نداشت، نه درس، نه دوست داشت، نه خانواده‌اش. هرچی هم بود مربوط به بابک میشد، یه جورایی افسرده شده بود. کاشم حالا با یه نفر درد دل میکرد. مریم خیلی دختر خوبی بود، خیلی آروم بود، خیلی مهربون بود، خیلی با احساس بود، خیلی جذوب بود. من همیشه جسارتش رو تعظیم میکردم، همونم کار نزدیشتم. اظهارات سارا روستازاده به طور دقیق ثبت شده، ولی به نظر من چیز خاصی از اینا در نمیاد. پرینت تلفن‌های خونه‌شون رو گرفتی؟ بله قربان، با پدرش بررسی شده، همه شماره رو می‌شناسه. مقتوله از تلفن خونه با هیچ شماره ناشناسی تماس نگرفته. تحقیق از آموزشگاه چی شد؟ همه اتفاق نظر داشتن مریم مهاجری دختر آروم و سربزی رو به ظاهر بی‌حاشیه‌ای بوده. چرا میگی به ظاهر؟ آخه موارد تأخیر زیادی ازش تو دفتر حضور و غیاب ثبت شده. همیشه هم بهونه‌اش این بوده که راهش دوره. اما تو صحبتی که با پدر و خواهرش داشتم مشخص شد همیشه خیلی زود از کرج راه میافتاده و دلیل تاخیرم برای اونا مشخص نبود. امید، سرنخ ما تو اون کامپیوتره، میخوام زیر و روش کنی. باش چشم. آیدیا، ایمیلا، مکاتبات، چت‌ها، همه. بله حتما. نیازی تو هم کمکش کن. حسام، با مخابرات هماهنگ کن، یه خط ردگیری در اختیار باشه که اگه ردی پیدا کردیم معطل نمونیم. بله قربان. بفرمایید. آخ جام سرگرد، در رابطه با همین پرونده ما با همکارا جلسه داریم، اگه اجازه بفرمایید صداتونو میذارم رو بلنگو، مطلب خودشون بشنون. ممنونم. بفرمایید. سلام، میخواستم بگم طبق گزارش پزشکی قانونی مریم مهاجری روز حادثه 40 روزه باردار بود. ضمناً زاویه و شدت ضربه‌ای که با شیء برنده به شکم مقتول وارد شده نشون میده به احتمال قوی خودزنی کرده. گزارش دقیق کامل رو فردا براتون ارسال میکنم، اما گفتم نکات مهم گزارش رو زودتر به اطلاع برسونم. ممنونم جناب سرگرد. خوشبختانه حجم اطلاعاتش پایینه، میشه زود به نتیجه رسید. شاکری تو گشتب نیست؟ من دارم هلاک میشم. وقت نداریم نیازی، باید نوبتی کار کنیم تا زودتر نتیجه بگیریم. باشه خب، تو داری کار میکنی، من یه دقیقه برم از بوفه دو تا ساندویچ بگیرم با هم بخوریم. خدا اگه مادرم میدونست من تو سربازی همه گرسنگی میشم. بسه دیگه، هرکی ندارم فکر کنم چه زجر داری اینجا میکشی. باش باش من دویشتو بگیر. پس نیفته گوشت نگیر. دوتا میگیرم. نه یه دونه بگیر، من میل نهرم. دلم میخواد بیشتر بشناسمت، اما تو از خودت چیزی نمیگی. حوصله توضیح دادن ندارم، حوصله هیچ کاری رو ندارم. اصلا چه فایده ای داره یه رابطه رو شروع کنی و بعد از یه مدت تلاش کنی تا همون رابطه رو بخوای قطعش کنی؟ چرا انقدر بدبینی؟ همه که مثل هم نیستن. تو باید تجربه تلخی داشته باشی. نباشه. اینجوری بعید میدونم به نتیجه برسیم. پاشو وقتو تلف نکن، پاشو یه دوری تو این چتر ما بزن، شاید چیزی پیدا کردی. من حرفی ندارم، اما کاش که میدونستم دنبال چی باید باشم. سعید واقعا کی به تو گفته تو مخ کامپیوتری ها؟ من که تنبلتر از تو نیدم. مردم با پارتی بازی سربازیشونو میارن بهترین جای. من سازه نیستم که بخواد فشار بیاری.
من که تکلیفم مشخصه، وظیفه‌ام. شما خودت چی که نه معلومه کادری، نه وظیفه، نه نظامی، نه کارمند. خودم به کجا میرسونم؟ من فقط میخوام بدونم چی کار باید بکنم. من هم آیدی مسنجر مهاجری رو پیدا کردم، هم عکسشو. اینها مارگارت 17 میذارم رو شبکه برش دار. با این مشخصات واسه ببین کسی بهت نزدیک میشه. تو فکر میکنی کسی که اونو کشته با دیدن این آیدی و عکس بهش نزدیک میشه؟ اولا معلوم نیست قاتل اون یکی از افراد همین لیست باشه. دوما یه همچین اتفاقی به اندازه کافی کنجکاوی برانگیزه. فقط کافی یه بار واسه بشه تا ردیابی بشه. بیشترین چتم با این آیدی داشته. چی؟ سوپرمن 207. اصلا میتونی دنبال این بگردی؟ تو پروفایل این آیدی عکسی چیزی سیو نشده؟ اینجوری بهتر میشه پیگیریش کرد. اینقدر دست آدم رو خورد میکنی؟ ساده ترین روش هم به نظر آقا پیدا کردم. یک زمینه سابقه طرفه. اون چرا باید عکس خودشو بذاره؟ خب حتما احتمال نمیداده کارشون به این نقطه میرسه. به عبارت پلیسی ترش اینقدر احتمالا بدون قصد قبلی و اصطلاحا غیر عمد صورت گرفته. بله طرف شاعرم بوده. اینجا بر تخت سنگ، پشت سرم نارنجزار، روبرو دریا مرا میخواد. مرحبا. چقدر تر باشه هم 2000 تومن بدی درست. دست گلت درد سر بزنم. باز باخه کیو کار گرفتی تو؟ ای بابا بازم که روبرو دریا تو را میخوانم. طرف تازه داره نرم میشه. من یه دقیقه دارم میرم بیرون کار دارم. مغازه ای؟ آره بابا حواسم به مغازه هست. چیکار کنم دیگه؟ خراب رفیقم. به کارت برس عقب نمون. باباسازی آیدی مریم مهاجری که همون مارگارت 17 است میشه دوباره باش ارتباط برقرار کرد و گیرش انداخت. حسام تو مخابرات هم آن کردی؟ حالا قربان تا یه ساعت دیگه همه چیز برای ردگیری آماده است. خب از زودتر برو که کار عقب نیفته. ببینم جونم تو فکر نمی‌کنی اگه مظنون واقعا متهم باشه با دیدن آیدی دوباره مقتول مشهود بشه و متواری بشه؟ جناب سرود ولی ممکنه باعث تحریکش بشه، حداقل برای مدتی کوتاهی هم که شده باید صحبت. نه این روش ریسکش بالاست. اینجا یه عکس هم زمیمه سوابق یکی از دوستای لیست مریم مهاجری بود که خب پیگیری این عکس رو بذاریم تو اولویت. چشم سروان عزیزی. بله قربان. از خانواده و خواهر مریم مهاجری غافل نشی. میتونم الان برم کرج؟ باره بریم. با اجازه. شاکری تو چیکار داری میکنی؟ دارم ساندویچ میخوام. یعنی واقعا معلوم نیست من دارم چیکار میکنم. دارم میگردم ببینم شاید سابقه چیزی از صاحب این عکس پیدا بکنم. پیداش کردم. نیازی معطل نکن. اسم مشخصا ردگیری کن و کد ملیشو در بیار. بودو ببخشید من شما دستور نمیگیرم. چی؟
خسته نباشید. جناب سرگرد، من خودم سابقه شو در آوردم. ناصر ابوذری نام پدر اسماعیل یه بار به جرم جعل مجوز ورود به طرح ترافیک دستگیر و مجازات شده. با این حساب من فکر می‌کنم باید دنبال آدرس و بقیه کدای ردگیریش باشیم دیگه، نه؟ معلومه. پورهادی، نیازی قربان، کد ملی شماره کارت سوخ، آدرس منزل، آدرس محل کار، شماره تلفن‌هایی که به اسمش ثبت شده، همه رو درآوردم. آفرین نیازی. آفرین. نه، همچین یکم هم لاغر کنه میتونه نیروی خوبی برای پلیس باشه. قربان، برای صدا کردی. حسام، با بخشی زاده و سروان عزیزی بریم به این آدرس ببینیم چیزی پیدا می‌کنی. بله، پس من رفتم. آدرس مربوط به یک کافی نته. یعنی ISP ثبت شده و مخابراتی داره. نیازی، میخوام این ISP زیر نظر بگیری و چشم ازش بر نداری. بله، چشم. تو هم رد این ISP رو تو ارتباطات اینترنتی مریم مهاجری دنبال کن. سریع. چشم. بری. پشت میدم آقایون، پشت این فرهاد رضا خداست، پشت علی جان، پشت بابا جان، پشت میخوام یک کم استراحت کنیم. برو بعدا حساب میکنیم، حالا برو بعدا حساب میکنیم. بابا تو نمیخوای پشی؟ نه، تو ما رو از کار و زندگی انداختی، پشت دیگه بابا، همچون کار رو هوا مونده دیگه. تو خسته ای، برو، من حواسم به مغازه است. تو حواست به هیچی نیست، شریک ما رو باش. شریکت چشه؟ روانیه؟ آرش! ناصر، باز دوم در آوردی ها، مثل که هر چند دفعه رفته باید حالیت کنم که هر دودت کجا زاره؟ آره؟ هی میخوام چی بهت نگم، هی دهن منو باز میکنی. بابک وایسا، بیا اینجا. چون نمیفهمی من نگرانتم پسر، من ترسم هم سر خودت رو دیده هم سر همچی همچی ها، هم مغازه خودم ها. آره، مغازه مال هر دومونه. ما به بابات قول دادیم مغازه رو روبرا کنیم به چرخ. ناصر، انقدر این داستان رو نکوب تو سر، بد میبینی ها. فردا میام اینجا، هم تکلیف خودم رو روشن میکنم، هم تکلیف این خودم. بابک! اینم از دوربین. تصویرو داریم؟ بله دارم. خیلی خوب، میدونی که باید چیکار کنی؟ بله کاملا. بریم. بفرمایید. آقای ناصر ابوذری؟ بله خودم هستم، امرتون.
انجام شد. تطابق داره؟ بله، کاملا تطابق. سروان پورهادی. مورد خودشه. آقای ابوزید، موارد مزاحمت رو به صورت شفاهی بهتون ابلاغ کردم. دیگه 48 ساعت آینده همین موارد به صورت کتبی بهتون اخطار میشه. بازم همدیگه رو میبینیم. امکان نداره کسی از اینجا مزاحمت ایجاد کرده باشه جناب سروان. من خودم روی این چیزا خیلی حساسم. جناب شما یه ISP مشخص و ثبت شده دارید. باید مسئولیت سوء استفاده ازش هم بپذیرید. دوباره داره یه شماره میگیره. الو بابک، چه معلومه کدوم گوری هستی؟ زنگ زدم خونه نبودی. گوشی رو بردم ببینم باز چه کسافتی زدی. پلیس الان اینجا بود. جالبه هر بارم که یه گندی میزنی سریع یه دعوا رو میندازی و گم و گور میشی. اینم رفت به رفاقتت نامرد. برو بیا ببینیم بابک خان کیه. چش بابا. سلام سلطان نیازی. سلام جان، سلام، خسته نباشی. ببین این شماره تلفن رو بهت میدم، فوری اطلاعاتش رو برام ردیابی کن. باشه چشم. منتظرم. سلام جان سرگوز. سلام. من الان مقابل کافینت هستم. به نظر میاد مضمون ناصر ابوذری همدستی داره که الان شماره تلفوناشو داریم. در ضمن مظنون با همدستش بابک وقتی صحبت میکرد اونو مقصر خطاب میکرد. چی دستور میفرمایید قربان؟ شاکری هم تماس گرفت، گفت 70-80% تماسهای اینترنتی مشغول از همین ISP بوده. باید ضربتی عمل کنیم و هر دو رو در آن واحد دستگیر کنیم. الان کی با شماست؟ من با بخشی‌زاده و جناب سروان عزیزی هستم. خیلی خوب. بخشی‌زاده بمونه برای متهم ردیف اول. شما و سروان عزیزی برین سراغ شریکش. ببینم چی کار میکنی حسام. ببخشید قربان، اسم یه پشت‌خطی دارم. از اداره است. بسیار خوب. منم تو این فاصله مجوزا رو هماهنگ میکنم. اعزام واحد گشتم هماهنگ شده. خداحافظ. بله قربان. چی کار کردی؟ سلام جناب سروان. مشخصات مربوط به سابقت رو بگم خدمتتون. بگو یادداشت میکنم. اتوبان شقایق، مجتمع مسکونه نگین. بله. بلوک 4. بله. ورودی 2 واحد 12. ممنونم. خداحافظ. بخشی زده یه واحد گشتی تو راهه. قبل از اینکه ابوذری اقدام دیگه بکنه دستگیرش میکنه. چش. من جناب سروان عزیزی هم میریم سراغ شریکش. مفهومه؟ بله کاملا.
الو بابک، هیچ معلومه کدوم گوری هستی؟ زنگ زدم خونه نبودی. گوشی رو بردار ببینم با چه کسافتی زدی. پلیس الان اینجا بود. جالبه هر بارم که یه گندی میزنی سریع یه دعوا رو میندازی و گم و گور میشی. اینم راست رفاقتت نامرد. میشه خواهش کنم این آدرس رو برای جناب سرگرد اسمس کنید؟ بله. شفاف مرکز باید گشت با آدرس درخواست شده اعزام شد. تمام شنیدم. تمام شما همینجا بیست سبون هستید. شما برو مجوز کافینت به نام پدرته.
موارد تخلف زیادی در مورد ISP شما ثبت شده. خودت جوابگویی یا پدرت رو احضار کنیم؟ به خدا جواب سرم، من این جرم مرتکب نشدم. قسم نخور مرد حسابی، تو واحد خود ما پرونده داری؟ نکنه یادت نمیاد جعل اسناد دولتی؟ بابا اون یه برگه تر ترافیک بود، میدونی مال چند سال پیشه؟ اون تازه با یه کرکل احمقانه با بچه ها شروع شد. جرم جرمه، خلاف که کوچیک بزرگ نداره. چند وقت مریم مهاجری رو میشناسی؟ کی؟ مریم مهاجری. من اصلا یه همچی اسمی رو تا الان نشنیدم. به نفعته که هاشا نکنی. باور کنید نمیشناسمش. این همه آدم در روز میان تو اون کافینت لعنتی رو میرن. تو مسئول اون سروری، تعهد دادی یا ندادی؟ بله. شریکه چقدر سهم داره؟ 60% از اون مغازه مال پدر منه، 40% مال پدر ناصر. بابت این اختلاف سهم ناصر مغازه رو میچرخونه که هر دو طرف سهم مساوی ببریم. پدرتون الان کجاست؟ ایران نیستن، اونا مقیم کانادان. تو چرا نمیری پیششون؟ نمیتونم، سربازی نرفتم. آها، پس قاچاقی زنده ای. سهمت اگه بیشتره پس جرمت هم بیشتره. خسته نباشه، یه لحظه من بیا تو. بخشت. تو چرا از ناصر خوشت نمیاد؟ ببخشید؟ چرا باید از ناصر خوشم نیاد؟ خب به یه دلیل خیلی ساده. آدم تقصیر کاری رو که میکنه هیچ وقت گردن کسی که دوستش داره نمیدازه. این دفعه دریای بلاست که تو را میخواند آقای بابک خان. دسته چی شده؟ به کافینت مربوط میشه؟ فقط جواب بده. شیشه بریده. شاهدم داری؟ بشین. چند وقت بود که میشناختیش؟ کیو؟ مریم مهاجری رو. داری دروغ میگی آقای بابا که فروزنده. دروغ میگی. چرا نمیگی دست دو چاقو بریده؟ همون چاقویی که مریم مهاجری میخواست شکم خودشو با اون پاره کنه. ها؟ من نمیخواستم بکشمش، اتفاقی شد. اصلا اون روز اومده بود تو شهر. چشاشو خون گرفته بود. با اون آدم که من میشناختم کلی فرق داشت. مریم! باشتا ببینم! بس میگم باشتا! آمری رفته که دیگه ترسی نداره! من که گفتم هرچی باشه خرجشو میدار! بس بخواه میگشیم! بگی من خواستم بچه دارشیم! چی میشتفتی؟ باشتا به چی میداخت گردن من؟ من داشتم دنبال یه راه حل منطقی میگشتم. هم اگه مجال نمیداد، مجال نداد. حتی چاقوش هم با خودش آورده بود. اول حمله کرده بود. یه تعریف هم نمیشه. خودشو زد. خودشو زد. مریم این دیوونه. چاقو رو دستش میگم بلش کن! بلش کن! خیلی خوب.
اظهاراتتو می نویسم، می خونی، امضا میکنی، میفرستیم به آزمایش ژنتیک، بعد با نتیجه آزمایش پرونده ارجاع میشه به دایره جنایی، بقیهش هم قاضی تصمیم میگیره. میدونی من تو از یه جنسی، تا میتونستی مثل من جهانی باشی، ولی خودتو حیف کردی. بعد اعتراف کنم شکست دادن تو برام تبدیل شده به لذت بخشترین کار دنیا. دلم میخواد فقط یه بار دیگه ببینم، فقط یه بار دیگه. سرگرد، بازی که تو شروع کردی من تموم میکنم.